خب هرس کنم خدمتتون که بس آقای پیجان مرسی، من دو تا توضیح کوچولو بدم بعد خانم آقای پرسن. چند سال قبل الان میتونم الان یک برم سمت کتاب خونم میتونم بیارم بگم تو چی دقیقا چه نشریه، قول میدم اینو بگم با رفرنس. چند سال قبل تو انگلستان یه نظرسنجی کردی یک جایی با رفرنس، حتما قول میدم بهتون بگم، اگر هم پیدا نکردم اگه دوستان رفرنسشو خواستم قول میدم هفته دیگه توی وبلاگمون بزنم، اینو قول میدم. چند سال قبل توی انگلستان یک نظرسنجی کردن در مورد وجود شخصیت های که توی تاریخ وجود داشتن. شما باور میکنید فکر کنم برای 25 یا 30 درصد مردم انگلستان گفته بودن چرچیل وجود نداره؟ شما باور میکنید؟ کسی من بگینه باور میکنه؟ تو من رفرنس بدم به شما، بالای فکر کنم 25 تا 30 درصد مردم گفته بودن چرچیل وجود نداره و گفته بودن شرلوک هولمز وجود داره. توجه میکنی؟ گفتن شرلوک هولمز وجود داره و تو خیابون فلان هم زندگی میکرد از این ماجراها. خب حالا شما نگاه کنید دو تا مسئله وجود داره. ببینید در وجود داشتن این نفر در وجود نداشتن این نفری مؤلفه هایی هست که یک ببینید مخصوصا توی قرن 19 هم به این ور ما زبانشناسی تکامل پیدا کرد. اون منشور کوروش که دیگه از زبانشناسا خوندن. توجه میکنید؟ زبانشناسا خوندن. زبانشناسا اومدن کاملا ترجمه کردن، ترجمهش که سر جای خودشه. در مورد بقیه قضايا در مورد وجود کوروش و عدم وجود کوروش یک سرچ کوچولو میخواد، یک سرچ خیلی خیلی کوچولو میخواد. کاملا داریم تو این زمینه منابع موثقی که بله وجود داشته و و و و فلان. توجه میکنید؟ اینا اصلا محل بحث نیست. توجه میکنید؟ اینا اصلا محل بحث نیست. آقا من در مورد آقای خمینی اصلا نمیخونم بحث، من آقای خمینی معذرت خیلی از شما عذرخواهم، من در مورد آقای خمینی نمیخونم. عرض کنم خدمت شما این آقای پژام در این مورد و بقیه‌اشو دیگه حالا بذارید بریم جلوتر دمش بحث کنیم. اما تو حالا دوستان خواستن نظر بدن تو این زمین، جواب سوال شما رو خواستن بدن با کمال میل بدن، اما چیزی که نظر من میرسه همینه. اون چیزی که در مورد آیدی پندار خوب در مورد چیز در مورد عرض کنم خدمت شما بفرمایید در مورد در مورد یادم در مورد چرچیل. ببینید من نمیگم چون، ببینید به حرفا توجه کنی، من نمیگم چون در انگلستان هم همچین نظر سنجی شده بنابراین کوروش وجود داره. آقای پندار خوب یا خانم پندار خوب اگر این چیزی که میگم دلیل من باشه غلطه، چون قیاس اساسا دلیل حساب نمیشه. توجه میکنی؟ یعنی ضعیفترین مرتبه قیاسه توی منطق. من نمیگم چون چرچیل هم همچین نظرسنجی در موردش وجود داشته بنابراین کوروش هم وجود داره. میخوام بگم حتی امروز همین بحثا وجود داره، اما در مورد اثبات وجود کوروش ما منابع قوی داریم، رفرنس های موثق داریم. توجه میکنی؟ این هم در مورد قیاس که میفرمایید، حداقل فکر میکنم اینو متوجه بشن دوستان. بفرمایید خانم ماندگار شما صحبت کنید، بعد من اگه اجازه بدید باستانگرایی را هم، بعد خانم ماندنا رو اجازه بدید بریم جلو، بعد از خانم ماندنا من این باستانگری رو صحبت کنم که یه چیز بگم در مورد آقای رضا. اتفاقا آقای رضا اگه صدامو دارید، شما تنها کسی بودید که تو اون زمینه توی بحث صحبت کردی، توی سابجکت صحبت کردی، ولی من از بقیه دوستان ناراحت شدم، واقعا ناراحت شدم و ناراحتی من همون روز گفتم الانم میگم، چون اجازه ندادن بحث امنیت ملی رو ما ببریم جلو. متاسفانه رفت سر الان که میگم تکست آقای خمینی رو نمیخونم، اساسا آقای خمینی یک قابلیت توی مسنجر داره، شما بگید خمینی تمومه، یعنی شما بگید خمینی تمومه دیگه، یعنی اصلا شما بگید خمینی، اصلا همه چیز میره جای دیگه. ما هفته قبل یک خبطی کردیم، یه جوونی کردیم، یه اشتباهی کردیم، یک جا گفتیم که عرض کنم خدمت شما که آقا این بحث جنگو اصلا اسم آقای خمینی رو کردیم، اصلا کلا همه چیز درست شد. حالا اشکال نداره، ولی میخوام بگم توی بحث کوروش حداقل اسم آقای خمینی رو نیارید، اسم آقای خمینی رو بذارید سر جای خودش. بفرمایید خانم ماندگار. صدا هستش؟ من نمیم صدا داریم یا نه؟ خب مرسی، ببخش من لپتاپ یه ذره مشکل داره، این فکر کنم بر همین صدا یه وقتی نمیاد. من تشکر میکنم از بحث و نظرات. بذارید من اول اینجا شروع کنم که نظر آقای پژام رو جواب بدم. ببینید آقای پژام، دقیقا این گفت که ما در باره وجود شخصیت های تاریخی هستش، خیلی از آدم ها از همینجا شروع میکنن، یعنی
که واقعا یک شخصیتی تو تاریخ وجود داشته یا نه. یعنی من همین رو روی بحثی که یه بحثی بود روی چی رو با آقای کسبه یعنی بود اتفاقا روی وجود اصلا یا عدم وجود یا عدم وجود حضرت محمد داشتن صحبت میکرد که اصلا وجود داره یا نه. خب ببینید خیلی راحت نظر من این رو شما میتونید با منابع تاریخی رو بخونید. وقتی که شما مثلا بیاید روی منابع تاریخی متفاوت همینطور روی لوح‌هایی که هستش به هر حال همه اینها رو مطالعه بکنید میبینید یه چنین شخصیتی توی تاریخ وجود داشته. حالا هر چقدر که بخواد افرادی اون رو انکار بکنن یا میان چیز بکنن این وجود داشته. چرا؟ چون شما میتونید از روی اسناد روی اون نوشته هایی که وجود داره از روی اون سفال هایی که هست روی اون مهری که توی اون هست چون مثلا اینها وقتی که افرادی که میرفتن از اون ساتراپ میخواستن از اونجا حرکت کنن به جاهای دیگه توی ساتراپ ها و جاهای دیگه اینها میمادن خب یه مهری رو میزدن و یه بودجه یه پولی رو میگرفتن. خب اینها همه مهره و اینهاش وجود داره و نمیشه بگیم که نیست. یه قسمت دیگه که شما صحبت کردین این که چجوری اون خطها رو میخوندن. اگه یه کتابی من بهتون معرفی کنم حتما تهیه کنین. نه یکی از دوستان بهم هدیه داده از زبان داریوش اسم این کتاب. اینجا بیشتر میاد روی همین موضوع صحبت میکنه. اینکه مثلا زبان اول مثلا خط ایلامی بوده بعد کم کم میان اینها خط فارسی میخی رو درست میکنن بعد میان نگاه میکنن حالت اینجوری شروع میکنن به اینکه مثلا میبینن تعداد کلماتی که توی اون نوشته است چیه بعد اونو حدسش میزنن کم کم کل اون بحث رو میتونن بخونن. یعنی با اول میان با تکراری که توی اون بحث وجود داشته به حال این رو به حال کم کم میتونن بخوننش و بفهمن چیه. ببینید این حالا سوالی که تا یادم مونده بود آقای فرجام این چیزی که تو ذهنم بود بذارید من برم روی سوالی که یعنی روی مبحثی که آقای ریزگرد مطرح کردن من یه سری روش بحث دارم سوالم دارم. یکی اینکه گفتن که هر اتفاقی رو باید توی اون کانتکست خودش بررسی کرد. اینکه مثلا ما می‌خوایم بگیم که کوروش مثلا عادل بوده یا نه باید ببینیم تو زمان خودش اون تاریخ چجوری بوده. یعنی یه مقایسه کنیم ببینیم پادشاه‌های دیگه چه کار میکردن یا مثلا میخواییم حمله کوروش به کشورهای دیگر نگاه کنیم ببینیم که اون چیزی که این آدم رو با بقیه متمایز کرده تو کانتکسته چی بوده. من فکر میکنم اگه بیام اینجوری نگاهش بکنیم خب مثلا یکی از اون برجستگی‌هایی که کوروش داشته به نظر من این بوده با توجه به اون چیزی که مطالعاتی که روی این زمین داشت که مثلا بحث حمله رو کردیم گفتیم که هر کسی حمله میکرده این کارا رو میکرده خب دوره بعد از اون که بعد از اسلام بوده مثلا مغول‌ها حمله میکنند به ایران حالا شاید چند دوره بعدش بوده گردن ها رو میزدن خب مثلا کوروش این زمان این کار رو نمی کرده. حالا ما باید نگاه کنیم توی اون دوره چه اتفاقی افتاده. مثلا یونان حمله میکنه به ایران آتیش میزنه ایران رو کاخ ایران رو خب ایران هم همین کار رو میکنه. یعنی در اصل یک کاری که اتفاقی که دو طرف انجام داره یعنی حمله بوده و این اتفاق افتاده. اما تو همون دوره اگه نگاه بکنیم مثلا وقتی که کوروش به اون حالا من دوره مغول همش نمیدونم چرا مقایسه میکنم هی میخوام برم توی دوره قبل‌تر نمیدونم مغول رو مقایسه میکنم. حالا فکر کنید توی اون دوره مثلا فکر کنید که کوروش وقتی که میرفته کشور دیگه ای رو میگرفته یه اتفاقی که میافتاده این بوده که تمام افرادی که توی اون حالا حکومت‌های اون جاها بودن اونها رو از جاشون کنار نمیذاشته مثلا نمیگفته که یک فرد دیگه ای بیاد جایگزین آدم باشه. به نظر من خیلی چیز جالبی بوده موضوع جالبی بوده که اون افرادی که توی همون جا قبلا حالا مثلا مدیریت اون شهر رو یا مدیریت اونجا رو بر عهده داشتن مثلا اونجا رو اداره میکردن همونها هم تا همون منصب میموندن و مثلا اونها میمونن یه خراجی رو پرداخت میکردن. یه اتفاق جالبی که حالا توی دوره ساسانی انتهای ساسانی مسلمان‌ها این کار کردن مثلا این قانون بوده که اگه شما مثلا دین رو قبول بکنید یه خراجی رو باید پرداخت بکنید یا چیز. بعد این تقریبا میشه گفت خیلی برای من جالب بوده که وقتی که مثلا کوروش حمله میکرده مثلا خب این کشورها یعنی هر جایی که حمله میکرده به هم نمیریختنش و همون سیستم رو نگه میداشته و همون مدیریت رو همون رو نگه میداشته. این خب یه نکته خیلی جالبی برای من بود. حالا الان یادم نیست دقیقا تو چه کتابی ولی میگردم منبعش رو پیدا میکنم بهتون میگم که من یه جا خوندم. ولی سوال من این هستش که اگه ما به این شکل نگاه بکنیم آیا نمیتونیم یکی از ویژگی هایی که حالا کوروش وجود داشت علاوه بر این که به نظر من حکومت پلورالیست داشته مثلا اینکه هر فردی با هر روش و منشی که داشته با همون فرهنگی که داشته توی هر قسمتی که بوده همون رو نگه می‌داشته
و اون آدم ها رو به هر تحت فشار قرار نمیداده که باید یک قانون کلی رو توی همه کشورها به کار بگیره، یا یک فرهنگ کلی، یک رسم کلی، یک اتفاقی کلی باشه بهشون بیاد اجبارا بهشون تحمیل بکنه. به نظر من یکی از ویژگی هایی که حالا وجود داره، حالا آقای ریزگر شما راجبش شاید بتونید نظر بدین، یا مثلا اینو بنظرم شاید یکی از ویژگی های برجستش این بوده که خیلی با این موضوع کاری نداشته، یعنی اون قسمت پولاریز کردن فرهنگی و اون حالا از نظر حالا فقط حتی سیاسی به نظر من، چون که مثلا وقتی که فرمانده های اون شهرها رو برکنار نمی کرده یا مثلا به اونها می زاشته همونجوری مملکت رو اداره کنه، فقط یک خراجی ازشون می گرفته در هر سال، خب این به نظر پولاریزم سیاسی هم می تونه معنی بده. اگه امکان داره روی بحث بخوریم که آیا واقعا نمیشه گفتش که خب یکی از ویژگی های اون حکومت رگاهی که داشته این بوده که این موضوع بهش توجه میکرده. مرسی. خب مرسی از شما، عرض کنم خدمتتون که یه چیز توضیح ببینید در مورد پلورالیزم سیاسی که خوش ترم جداگونه هست توی سیاست. حالا تو اگه بخوام در مورد کوروش توضیح بدم، ببین کوروش همونجور که توضیح دادم تو این کارش ابعاد پلورالیستیک رو رعایت میکنه، اما در نسبتش با چی؟ در نسبت سلام آیدی شیروژن، خوش اومد دوستانی که جدید تر آمدن، هم همه سلام و امیدوارم خیلی خوب باشید. آیدی آیون، آیدی مدال، عرض کنم خدمت شما، آیدی شاماهی، آقای سلمان، عرض کنم خدمتشون، دوستانی که آقای روشن، آیدی نریمان، جناب بی‌توقع هم ویلکام بک، دوستانی که جدید تر آمدن هم همه سلام و امیدوارم خیلی خوب باشید. عرض کنم خدمت شما که این تاکید روی وجه پلورالیستیک، یعنی کار وجه پلورالیستیک چیز کوروش، یه نکته خیلی مهم داره، اونم اینه که در مورد هویت که معنی میده. یعنی من چی گفتم؟ گفتم که اجازه میده که همچین اتفاق بیفته در حالی که دیگران توی اون محدوده جغرافیایی با هویت‌های خودشون هنوز بتونن خودشون رو تعریف کنن. حالا بذارید من برسم به بحث رضا شاه، توی زمان رضا شاه توضیح میدم. رضا شاه میره به سمت باستانگرایی. درسته؟ رضا شاه میره به سمت باستانگرایی و تئوریسین هم داره. یعنی نظریه پرداز داره. اونجا توضیح میدم که نظریه پردازای تئوریسین‌های باستانگرایی توی دوران رضا شاه کیا بودن؟ و چه کار کردن؟ توجه میکنید اونجا دیگه کاملا مشخص میشه که وقتی میگم کوروش، بله، نه تئوریسین آلمانی داشته، توی حلقه برلن بودن اونا قربان. تئوریسین آلمانی یک مسئله دیگه است، اونا کسایی بودن که توی حلقه برلن بودن. حالا توضیح میدم، بذارید به سمت رضا شاه برسیم و اونجا هم توضیح میدم. بعد عرض کنم خدمت شما که اینو حالا بازم میگم، ولی نکته مهمی که داره اینه که کار اون وچه پلورالیستیک کار کوروش از طریق این تعریف هویت‌های مختلف بوده که حالا بعداً در موردش بیشتر صحبت کنیم توضیح. خب اگه صدا رو یک دو داشتید که چی، خب بذارید یه لحظه خانم گیلان شما صدای منو دارید، یه لحظه دوستان اجازه بدی، یه لحظه خانم گیلان میشه لطفاً با ادمین بیاید لطف کنید، بذارید خانم گیلان با ادمین بیاد، من این حواسم از بحثا پرت. خانم گیلان محبت می‌کنید لطف کنید با ادمین بیاید، مرسی، خیلی خیلی محبت. بذارید خانم گیلان با ادمین بیاد، من اصلا حواسم بس پرت میشه، بعضی از دوستانم متاسفانه توی تکست بهشون شاید توهینی چیزی بشه، من متوجه نیستم، بعد شرمنده دیگران میشه. اجازه بدید. خب بفرمایید آیدی سوشیان شما صحبت کنید، بعد هم میریم جلو. بله خسته نباشید و خیلی ممنون، امیدوارم که صدا بیاد. عرض کنم که من میخواستم در تایید صحبت های شما یک بررسی کوتاهی از چیز مثلا اون سنگ تراشی که معروف هست به انسان بالدار در کاخ پاسارگاد از نظر نشانه شناسی یه مقدار شروع صحبت بکنم. حالا هر وقت صلاح میدونیم یا اصولا فکر میکنیم مربوط هست به بحث شما، من کار انجام بدم، میتونید شما به بحثتون ادامه بدید، من در پایان این کار بکنم، به هر حال هر وقت شما نظرتون باشه. بفرمایید. مثلا قربان توی تکست زدم خدمتتون، لطف کنید که بفرمایید، خواهش میکنم، با کمال میل استفاده میکنید، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالی، بفرمایید، خواهش میکنم شما صحبتتون ادامه بدید توی زمینه، یعنی ادامه بدید که اساسا صحبت نکرد، صحبت کنید توی زمینه با کمال میل،
و بعدا خانم ماندنا صحبت کنم، بعد میگه بس رو من با باستانگرایی میبریم تمام کنم که سراغ بساق هم بفرمایید. آقای سوشانس خدمت شما. مرسی. این صحبت کوتاه مستلزم این هست که دوستان این ایماج ها رو، این عکس ها رو جلوی خودشون داشته باشن که متوجه بشن من چی دارم میگم. برای این کار اجازه بدید من چند تا لینک در اختیار شما بذارم. البته شما میتونید رایت کلیک کنید روی اسم من و این عکس هایی که من در موردش هم صحبت کنم توی اون به اصطلاح چی میگن پروفایل من هست، ولی ممکنه نتونید باز کنید یا نمیدونم راحت باز نشه. اجازه بدید من این کار برای شما بنویسم. اینا رو لطف کنید اگر میتونید باز کنید. و این هم لینک آخر. بله، سه تا لینک هست. بله، سه تا. عرض کنم حضور شما، همونجوری گفتم از نقطه نظر نشانه شناسی یا سمیاتیک میخوام در مورد این عکس ها صحبت کنم، در مورد این به اصطلاح سنگ نوشته در سنگ تراش. سمیاتیک مطالعه نشانه ها هست و به اصطلاح فرایندی که هر گونه فعالیتی رو که مربوط به نشانه میشه مورد مطالعه قرار میده و این میتونه به اصطلاح سابجکت این مطالعه میتونه زبانی باشه، میتونه شکل باشه، میتونه عکس باشه، تمثیل باشه، قرینه سازی باشه، استعاره باشه، هر نوع به اصطلاح سیگنیفیکیشن یا کامیونیکیشن باشه و در نهایت مطالعه ایجاد کردن و تعبیر معناست. میون درخت های جنگل بالا میاد، پس یک نشانه هست که در اونجا به اصطلاح آتیش روشن کرده. در اینجا ما با یک نشانه مواجه هستیم و هر نشانه دارای دو عنصر هست، عنصر دال و عنصر مدلول. مجموع این دو عنصر هستن که تشکیل نشانه رو میدن و تشکیل معنا رو میدن، یعنی معنا رو تولید میکنن. وقتی که من داد میزنم برای مثال آتیش، صدای من که متشکل از آی باکولا ت و شین هست یک داله که شما اون رو میشنوید. تصویری که در ذهن شما در نتیجه شنیدن صدای من نقش میبنده مدلول هست. این دو با هم در ذهن شما ایجاد معنا میکنه و در موقعیت بخصوصی شما رو وامی داره که عکس العملی از خودتون نشون بدین. فرض کنیم مثلا توی سینما هستیم، بنده داد میزنم آتیش و عکس العمل شما این هست که همه به طرف در خروجی هجوم میان. حالا اگر من داد بزنم قاتیش، شما به همون وضوح دال رو میشنوید ولی تصویری در ذهن شما ایجاد نمیشه، چون قاتیش برای شما معنی نداره و لذا معنی تولید نمیشه، کلمه بی‌معنی هست چون مدلولی نداره. حالا تجسم کنید که در میان شما یه نفر از اهالی جنگل آمازون مثلا نشسته که به زبون محلی اون قاتیش یعنی مثلا برگرد پشت سرت نگاه کن. خب دیگه در اون صورت وقتی که من میگم قاتیش، همه شما زلزل به من نگاه میکنه که انگار دیوونه شده چی داره میگه، ولی اون شخص به خصوص برمیگرده و پشت سرش رو نگاه میکنه. این نشون میده که رابطه مستقیم و ذاتی بین دال و مدلول وجود نداره.
و مثلا همین کلمه آتیش در یک کانتکست دیگه معنای دیگه رو میتونه تولید بکنه. اگر من فرض کنید از جیبم یه پاکت سیگار در بیارم، یکشو بذارم گوشه لبم و رو کنم به شما بگم آتیش، دیگه عکس العمل شما این نیست که به طرف در خروجی فرار کنید، چون کانتکستش فرق میکنه و شما متقابلا دست میکنید تو جیبتون، فندک در میارید یا میگید نه من سیگار نمیکشم یا چیزیش در شبیه این. چون این بار تصویر دیگه ای و مدلول دیگه ای در ذهن شما نقش بسته. از طرف دیگه معنا خودش زایده تمایز هم هست، یعنی بخشی از معنای مار از این نقطه سرچشمه میگیره که با بار و قار و تار و چه میدونم هار و سار و کار و اینا همه فرق میکنه. ارتباطات از هر نوعی که باشه، چه کلامی باشه چه بصری باشه و یا هر نوع دیگه، متشکل از یک مجموعه از گزینه هاست که از میون یک پارادایم یا نمونه های اغلب بی انتها گزیده میشه. معنا توسط گزینه های موجود در متن و همچنین غایب در متن تولید میشه و انتقال پیدا میکنه. شما به اصطلاح برای شناخت یک شی، یا اینطور بگم شناخت یک شی شامل شناخت تمایزهای اون با کل اشیای دیگه هست، همچنین شناخت همچنین غیاب یک سری عناصر که در اون شی وجود نداره. حالا اینا به اصطلاح یه سری اجازه بدید یک سری مقدمه بود که شایدم اونقدر به این صحبت که من میخوام چیز بکنم ارتباط نداشته باشه، ولی بی ارتباط هم نیست، چون حالا متوجه میشید. ببین این به اصطلاح این فرایندی که در مورد صحبت کردم در سطح دال و مدلول میتونه در سطح زبان باشه، میتونه در سطح هنر باشه. و مثلا برای مثال بخشی از معنای بردند در جمله لشکریان کوروش در جنگ، بردند از این برمیخیزه که مردند نیست. این مثلا میتونیم بگیم این تمایز در سطح دال هست، ولی خود بردند معنای خودش رو از اینجا هم کسب میکنه که با باختند و ترسیدند یا خفتند و یا هر پارادایم دیگه هم تمایز داره. این رو میتونیم بگیم مثلا تمایز در سطح مدلول. یا مثال دیگه بزنم، دو تا کلاه رو در نظر گیریم که کاربردشون در واقع حفاظت از سره، حالا ممکنه از نظر شکل متمایز باشن، این رو میگیم تمایز در سطح دال، مثل کلاه خود و یا کلاه حصیری. ولی بخشی از معنای اونها از تصاویری که در ذهن شما تداعی میشه برمیخیزه، یعنی کلاه خود وقتی که شما باش برخورد میکنید یا میشنوید کلمشو، صحنه جنگ در ذهن شما تداعی میشه، در حالی که وقتی کلاه حصیری رو میشنوید یا نگاه میکنید صحنه مثلا تعطیلات کنار دریا در ذهن شما تداعی میشه. حالا با این مقدمه ها در مورد معماری هخامنشی به طور کلی، کل معماری هخامنشی تقریبا کل معماری هخامنشی دارای پروتوتایپ هایی هست، یعنی برگرفته از عناصر معماری هست که قبلا وجود داشته و در معماری هخامنشی از اون اقتباس شده. به عبارت دیگه همونطور که گفتم، معنا نه تنها از طریق وجود نشانه ها حاصل میشه، بلکه از طریق عدم وجود نشانه ها هم حاصل میشه. وقتی شما به عکسی نگاه میکنید که درش نشانه از خشونت نیست، این خودش دارای معناست، سوای این که در اون عکس ممکن نشانه های از مهربانی یا مثلا خوشی وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. حالا در مورد اون سنگ تراش کوروش که فکر میکنم دیگه الان باز شده باشه برای شما، همون خود سنگ تراشی که در محوطه کاخ پاسارگاد هست، اون رو در نظر بگیرید. این سنگ تراش منحصر به فردیه که معروف به انسان بالدار هست، کنار در ورودی کاخ شرقی به اصطلاح هک شده. پیکر رو نشون میده که در حال ورود به داخل تالار هست.
بله نمیدونم آقای دولایت این همون مثل همون لینک هست. این سنگ تراش البته دست نخورده باقی مونده، ولی به شدت الان در معرض فرسایش باد و بارون قرار گرفته. به اصطلاح موجودیه که دارای دو تا بال گشوده هست، دست راست اون به علامت تهنیت به جلو دراز شده و اون ردایی که پوشیده مانند ردای سلطنت ایلامی هاست. موهای اون هم به رسم ایلامی ها در پشت گردنش تا حد زیر گوش کوتاه شده و سرش با یک کلاهخودی پوشونده شده، یا کلاهخود داره، ولی در این حال تاج اون دقیقا همون تاج هارس یا هوراس و اون به اصطلاح خدای مصری هست که متعلق به مراسم مذهبی مصری هستش. کل سبک این نقش بدون شک آشوری هستش، همون جوری که در اون لینک دیگه‌ای که به شما دادم اگه نگاه کنید این لینک رو میگم، این لینک آشوریه و همونجوری که میبینید میتونید ببینید اون نقشی که در پاسارگاد هست از روی این اقتباس شده، که این نقش رو شما در به اصطلاح اون کاخهای آشوری که چیزایی ازشون باقی مونده مثل قصر خرس‌آباد و قصر نمرود و اینها شما میتونید اونجا مقایسه کنید ببینید. با همه این تفاصیل انسان‌های بالدار آشوری با اون اقتباس هخامنشی خودشون کاربردهای متفاوتی دارن و علارغم شباهت‌های ظاهری یا به اصطلاح شباهت دالیشون مدلول‌های متمایزی رو برای ما تداعی می‌کنن. نظریات مختلفی در مورد این انسان بالدار هخامنشی وجود داره که از کاربرد نگهبانی تا مظهر یک خدای همایند یا سینکرتیک که همه رو به اصطلاح در بر میگیره تا یک تصویر استعاره‌ای از یک ایده انتزاعی تا از اون قلمروی سلطنتی یا تصویری از خود کوروش، همه اینها به اصطلاح نظریات مختلفی که در مورد این انسان بالدار داده شده. اما انسان بالدار آشوری که در درگاه کاخهای آشوری هستند، اینها کاربرد نگهبانی در مقابل ورود عناصر به اصطلاح شر و زیانبار دارند و به همین خاطر روی اینها در اون درگاهی که اینها رو به اصطلاح حک کردن رویشون به طرف بیرونه، یعنی برای جلوگیری از ورود شر به داخل کاخ به اصطلاح تعبیه شدن. اما نقش مورد نظر ما، یعنی اون نقش که در پاسارگاد هست، رو به طرف خود درون تالار داره و از این جهت نشون میده که در کاربرد اون جنبه دفاع علیه عناصر شیطانی یا بیرونی منظور نبوده و همچنین روشن هستش که اون انسان بالدار در کاخ پاسارگاد مظهر اهورامزدا ایرانی هم نیست و در حقیقت از نقطه نظر شمایل شناسی هیچ گونه دال مظهر هیچ گونه موجود ایرانی، چه خدا چه شاه و یا یک هستی فراطبیعی دیگه هم نیست. در اینجا اطلاعاتی که آقای دوبروی اون تاریخدان فرانسوی در اختیار ما میذاره خیلی جالبه. ایشون اصطلاح قانع کننده ارائه میده که با دالها و مدلولهایی که برای این پیکر در نظر گرفته شده به طور منطقی تری همخوانی داره.
ایشون میگه کوروش و پسرش کمبوجیه خدای بابلی مردوک رو مورد ستایش قرار میدادن و در کتاب مقدس هم از اون به عنوان آزاد کننده ابری ها و مسیح یهوه نام برده شده در کتاب اشعیا. و در این حال گزنفون هم تایید میکنه که کوروش برای زئوس و دیگر خدایان قربانی میکرده. لذا در اینجا به نظر میرسه که کوروش بنیانگذار امپراتوری پارسا و مادها در نظر داشته که یک دولت جهانی بیافرینه که به اون خداوند آسمان که توسط مردم مختلف در ساتراپی های جدیدش مورد پرستش قرار می گرفتن نام های مختلفی داشتن، به اصطلاح با یک دید همگانی به اونها نگاه کرده بشه و نه اینکه به اصطلاح یک سیاست دین سالاری رو دنبال کنه که موجب از خود بیگانگی مردم در مستعمراتش بشه. به عبارت دیگه عناصر گوناگون از فرهنگ های مختلف که هر کدوم دارای یک سری پیام های ضمنی و نهفته و با نفوذی برای مردم خودشون بودن، همه در یک پیکر متمرکز شده که از این طریق منظور کوروش در ایجاد یک مدلول تازه و بدون پیشینه، یعنی وحدت در تنوع برآورده بشه. خداوند یا به عبارت دیگه خداوند همه ملل مجسم در یک پیکر واحد وارد قلب سرزمین هخامنشی یعنی پاسارگاد و کاخ پاسارگاد میشه و اون رو در به اصطلاح مورد تبرک قرار میده. این نقش در واقع یک پیام هماهنگی جهانی هست که معرف بینش کوروش از یک امپراتوری واحد و یک پارچه‌ای که به وجود آورده بوده. اگر حالا نمیدونم تا چند روزه تونستید این لینک ها رو باز کنید و مقایسه کنید اون کلاهی که کوروش در سر داره و اون ردایی که پوشیده. بله من صحبتم تموم شده، نمیدونم فکر کنم صدا نمیاد. صدای من هست؟ بله صدا هست. خب من صحبتم تموم شد، نمیدونم شاید وسطش قطع شده باشه، حالا لطف کنه اطلاع بدین اگر صحبتم وسطش قطع شد. خب عرض کنم خدمتتون که مرسی جناب سوشیانس، خیلی خیلی ممنون. عرض کنم خدمت شما که جالب بود از یک بعد دیگه، از یک زمینه دیگه نگاه کردن به قضیه که فکر کنم کاملا متخصصم بودن تو این زمینه، هرچند که من واقعا اساسا تخصص تو این زمینه ندارم، اما با رفرنس با توضیحات خیلی ارزشمند بود. مرسی قربان، خیلی لطف کردید و خیلی استفاده کردید، ممنونم از تو. عرض کنم خدمتتون که خانم ماندنا صحبت کنه، بعد از خانم ماندنا دیگه من اون باستانگرایی رو میگم و یکم کم میریم. آقای میلان هم که دارم میگن ده نشد، من تازه متوجه شدم آقای میلان میگن ساعت دهه، داره ده میشه، من میگم نه بابا اینجا 11:50 است، 11:50 است، آقای میلان میگه نه بابا دهه. من تازه فهمیدم، 10 دقیقه بعد فهمیدم که آقای میلان منظورش چیه. آره دقیقا داریم به 10 نزدیک میشیم جناب میلان، داریم میقلتیم به اون سمت. عرض کنم 10 پلتاک.
خدمت شما خانم ماندنا، شما صحبت کنیم، بعد از شما هم مگه اجازه بدین بس چیزو میگیم و امیر. آقای سلمان دارین صدای من؟ یه نکته اینجا بگم، آقای سلمان، خانم ماندنا 12:08 به وقت وطن معلوف. من خیلی سعی میکنم آقای پژام، امیدوارم که صدای من برسه. آقای سلمان هی دارن توی تکس میزنن که میشه موزیک بذاریم، میشه موزیک بذاریم، میشه موزیک بذاریم. اولا خیلی خوشحالم آقای خیلی خوشحالم آقای سلمان که شما به سمت موزیک روی آوردید. فکر کنم توی عرصه خیلی موفق تر باشین تا بحث سیاسی. یعنی فکر کنم تمرکزتون رو بذارین روی بحث موزیک، به نظر من شما موفق تر خواهید شد تا بحث سیاسی. اما از اینکه بگذریم، توی بعد از بحث من شما میتونید لطف کنید که موزیکتون رو بذارید با کمال میل. یعنی من صحبتام تو باستانگرایی که تموم شد، قبل از بحث آقای احمدی نژاد شما موزیک بذارید و بعدش میرید به سمت بحث. خانم من در خدمت شما، بفرمایید. مرسی. اولا درود به همه دوستان، فقط دوستان ها. آقای ریزگرد خسته نباشین. من دستم بالا کردم چند نکته بگم. ممکنه آقای ریزگرد یک مقدار از اون بحث اصلی که گذاشتی، یعنی تاپیک که گذاشتی، ممکنه خارج بشه. آقای پژار، شما اگر دکومنتری های ببینید، حتی در یوتیوب هم هست، که خطها رو الان تمام ترجمه میکنن، حتی مال سومر، تمام خطهایی که در دیوارها، یعنی حالت کتیبه نوشته شده، تمام ترجمه شده. گوش میکنیم؟ بذاری من یه سری اینها رو من ایگنور کنم، چون ببخشید چون بیمار زیاده در این پلتاک. کاش که در اون بحث شادی من بودم، کاش که در اون بحث شادی بودم، میتونستم نظرم رو بدم. در مورد شما، به جای این که اگه میرفتین اینقدر انرژیتون و وقتتون رو میذاشتین، زمان میذاشتین مارکس و لنین رو میخوندین، یک مقدار هم میرفتین در مورد خطشناسی که الان سالیان ساله که یک سری خطشناس هم بدن ترجمه میکنن. من اکثر معمولا میبینم تلویزیون برنامه هایی که مال قدیمه، حتی مال مصر، مال اهرام ثلاثه مصر، یا در مکزیک اهرام هایی که پیدا کردن، در چین، در جاهای مختلف، اوکی؟ اینا رو اکثرا دارن خطها رو پیدا میکنن، ترجمه میکنن و در یوتیوب هم میتونید خیلی راحت پیدا کنید. اگرم به من بگین کشورت کدوم کشور هستی، من میدم براتون پیدا میکنم، به اون زبان حداقل نگاه کنید. در مورد کوروش، ببینین، زمان کوروش حدودا 600 سال قبل از میلاد مسیح بوده، پس خیلی زیاد دور نیست که بخواین نقد بکنید و وجودش رو رد بکنید. سیروس لقبیه که به کوروش دادن، یعنی نام کوروش رو که به خط میخی نوشته شده بود، برای ما کوروش ترجمه شده. سیروس یعنی کسی که ناجیه، نجات دهنده است در عبری، و این لقب رو بهش دادن. شما حالا میایین مثلا دارن میگن وقتی این چیزها رو نمیدونید یا علاقه ای ندارید بدونید، حداقل زیرش نزنید. الان مثال دارم میزنم، در پاکستان چند وقت پیش آثاری پیدا کردن از اسکندر و براشون هم خیلی هم مهمه، زمانی که به هند حمله کرده بوده آثاری رو پیدا کردن. آقا من گفتم که حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح. من نمیدونم شما حساب کتاب بلدید بکنید یا نه، من حدودا دارم میگم. در ضمن داریوش، یعنی دوران هخامنشی، هیچ وابستگی خونی با کوروش نداشته. یعنی داریوشی که اومد
پادشاه شد، درسته میگفتن دوران هخامنشی، بله نداشتن نداشتن. کمبوجیه پسرش بوده و یکم اون بردی های دروغی بود که کشته بودن یه نفر مالو جاش. عجب نداره، تاریخ رو بخونه. اوکی اوکی، مرسی. حالا من یک سری چیزهایی که دیدم تا حالا، تاریخ شناس ها، زبان شناس ها و چیزهایی که میبینم و هستش در یوتیوب هم هست، شما میتونید ببینید. حالا تو من تلویزیون نگاه کردم، این آدم های بالدار یا حتی این فروهر که ما داریم که سر انسانه و بال داره، در مسافرت بودن. یه خانمی یه دفعه جلوی منو گرفت، با دخترم داشتم رد میشدم، گفت این گردن بندت شما کجایی هستین؟ گردن بند گفتم که من ایرانی هستم. گفت ما اینو داری. خانم آسوری بود، آسوری لبنان بود. همین فروهر ما رو دارن ولی بدون سر، بال داره. در خیلی از جاهایی که پیدا کردن، آدمهایی رو پیدا کردن به حالت آدمهای فضایی. از نظر یهودیا کوروش یک پیغمبر بود، از طرف خدا اومده، از نظر اونها که اینا رو نجات داده. دقیقا دقیقا همون آدمهای فضایی. ببینید الان آثارهایی پیدا کردن، حالا چجور برداشت میکنن و من نمیدونم. کوروش وجود داشته، میگم تاریخش خیلی رد نمیشه، مال 6000 10000 سال پیش نیست که بیان وجودش رو رد کنه. بوده، در جنگ هاش هم بوده، در جنگ هم کشته شده، بابل هم حمله کرده، یهودیان هم آزاد کرده، تمام اینا هستش. اون عکسی که شما گذاشتین آقای سوشیان، اون تندیس کوروشه و میگن این کوروشه. عکسی که در پروفایل تو گذاشته، من خود عکس خودشو دارم، یعنی تو خونم دارم، اون تندیس کوروشه که میگن این کوروشه، بال داره. خب حالا من از نظر تاریخی میخوام بهتون بگم، حالا درست غلط نمیدونم، چون آدمهای مختلف نظرهای مختلف دارن، که از فضا که به زمین اومدن، حتی برای ساختن‌های اهرام، اهرام‌ها که الان خیلی جاها پیدا شده و در مکزیک وقتی از بالا نگاه میکنن حالت فرودگاه داره، یعنی چیزهایی رو که پیدا کردن و جستجوهایی که میکنن، احتمالاً این بالی که گذاشتن برای یک آدم، انسان‌هایی بودن که میتونستن پرواز کنن. حالا نه با بال معمولی، نمیدونم، حالا با تکنولوژی پیشرفته‌ای که داشتن، در زمین بودن، در خیلی از جاها بودن. باز دارم میگم اینایی که من دیدم، نمیخوام بهتون میگم که من 100% همه رو قبول دارم یا رد میکنم، ولی باور دارم که در کرات دیگه موجوداتی زندگی میکنن، یعنی منظومه های شمسی، یعنی منظومه های خورشیدی هستن، وجود دارن. حالا اینها بزرگش کردن یا شما میایین رد میکنین کوروشو؟ بله، من میخوام اینو بهتون بگم، در تاریخ داریوش از نظر خونی هیچ فامیلی با کوروش نداشته. کوروش بیشتر زمینی فکر میکرده، انسانی فکر میکرده. اگر نگاه کنین میگه من یک آنشانی هستم، یعنی پارسم. در مورد زرتوش هیچ صحبتی نمیشه، یعنی در مورد کوروش نه، همچین چیزی نیست. شکلات یکم بهت بخونی، بهت بخونی، داداشش نبوده. کوروش و داریوش هیچ ربط چیزی خونی با هم نداشتن. نه، کوروش بت پرست نبوده. کوروش در مورد دین هیچ وقت صحبت نکرده، بیشتر حالت انسان بودن، از نظر انسانیت
یعنی میخوام بهتون میگم زمینی فکر میکرده، آسمانی فکر نمیکرده. و انسانها رو برای انسانها، برای افکار اندیشه شون ارزش قائل بوده. مثل یک سری نبودن که بیان حمله بکنن و بخوان افکار و اندیشه شون رو بخوان تحمیل کنن به دیگران. پاسارگار خب میگن قبر کوروشه. خب ما به عنوان اون میشناسیم. چطور میایین قبول میکنین که دانیل در شوشه یک پیغمبر مثلا یهودیه؟ چطور اینو قبول میکنه؟ ولی مثلا اگه بگن کوروش وجود داره شما رد میکنیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینگه من پارس بودم. اکثر کسانی که با هخامنشی ها مشکل دارن، اکثر کسانی که نقد میکنن و میخوان بگن این وجود نداشته، کسانی هستن که با پارس ها مشکل دارن. حالا اسم نمیبرم که بخواد اختلاف بیفته. با پارس ها مشکل دارن. صحبت از شاهنامه کردیم. شاهنامه چند تا بخش داره. در زمان ساسانیا، زمانی که اسکندر حمله میکنه و اوستا رو از بین میبره، در قدیم همه به شکل شعر گفته میشده، یعنی به صورت شعر تمام چیز صحبت ها به صورت شعر بوده. بعد زمانی که اینها نوشته شده بوده و از بین رفته، زمان ساسانیان که میان اینا رو جمع آوری میکنن از موقعها و موبدها و نمیم چی، خیلی خرافات هم در داخلش میان. همین اوستا رو ترجمه کردن. شما چجوری میتونین بگین که اوستایی که خیلی سال قبل از کوروش بوده تونسته ترجمه بشه ولی مثلا خط میخی ترجمه نشده؟ یا منشور حقوق بشری که مثلا میگن مال کوروشه که در بابل پیدا کردن، پیدا نشده؟ در سومر خطهایی رو که در سومریا دارن میخونن، دارن پیدا میکنن، تمام چیزهایی که نوشته شده ترجمه شده، شما هنوز خبر ندارین از وجود ترجمه خط؟ بعد میگین کی پیدا شده که ترجمه کنه؟ اگه میخواین بشناسیم بعد این دومان خط شناسیم. شاهنامه فردوسی از کیومرث شروع میکنه. کیومرث چی بوده؟ کیومرث نه حیوان بوده نه انسان بوده، یعنی زمانی که انسان داشته به صورت چی؟ حیوان داشته به صورت انسان در میامده. اگه نشون داده باشه میبینید کله آدمه، بدن حیوانه. زمان هوشنگه که خانه سازی میشه، یعنی من اینها رو در اوستا خوندم. گوش میکنین؟ شما اگه اوستا رو خونده باشین شاهنامه رو خیلی بهتر میتونید پیدا کنید که چی داره میگه. یعنی در از تاریخ ایران زمین، تاریخ بشریت رو شما در کتاب فردوسی میتونید پیدا بکنید. تاریخ بشریت که چجوری شروع شده، از کجا، یعنی زمانی که حالا انسان ها نیمه وحشی بودن، وحشی بودن، چه میدونم حیوان بودن، کم کم تکامل پیدا کردن به شکل انسان در اومدن، از اونجا شروع کرده. زمان هوشنگ یعنی خانه سازیه که یاد میگیرن که در اجتماع با هم زندگی کنن، خونه بسازن، یک جا بمونن، جا به جا نشن. و بعد میاد به صورت شعرهای حماسی و تاریخی رو به صورت شعر بیان میکنه. این در اصل شاهنامه تاریخ به نظر من بشریته. حالا ایرانی که اومده به این شکل گفته، به این شکل تعریف کرده. کوروش وجود داشته. اینا خیلی معلوم میگن اصلا مسیح وجود نداشته. چند وقت پیش آقای چیز ببخشید که بس خارج میشن، داشتن در مورد مسیح میگفتن، یعنی یک برنامه بود که یک کمیته بوده که اونا یهودی بودن ولی افکار اندیشه‌شون فهم کنه، در یک بیابونی در یک جایی محلش هم میگفت که زندگی میکردن،
که این در پیش اونا چون میگن تا 12 سالگی مسیح رو میدونستن، از 12 سالگی تا سن 30 سالگی یا چیزش رو خبر نداشتن که بعد دوباره مسیح پیدا میشه. حالا به هر حال یک سری هستن دارن تحقیق میکنن. مطمئن باشین اگه دروغ بود دنیا در موردش صحبت نمیکرد. یعنی اگر اون کتیبه ها دروغ بود، کتیبه رو در چیز پیدا کردن، در بابل پیدا کردن ها. یعنی چیز عراق کنونی، اون زمان هم جزء خاک ایران بوده دیگه. گوش میکنیم؟ شما نمیتونید بیاین وجود یک شخصی که کارهایی کرده و نامش هست بیاین کاملا ردش کنید. وقتی دنیا، وقتی تمام دنیا این رو باور دارن، من نمیدونم شماها چرا یک سری ضد ایرانی هستین. من نمیدونم یا ضد نمیدونم هستین. یک سری تاریخ خودشون رو ببین، اسکندر که برای ما یک آدم منفوره، برای اروپایی ها یک قهرمانه. خوش میکنی چی میگم؟ ولی ما ایرانی ها قهرمان های خودمون رو میخواییم له کنیم یا اصلا وجودشون رو از بین ببریم و این خیلی بده. فقط در این چیه که شما مثلا چون اینها هخامنشی بودن و پارس بودن و نباید مثلا چیز کنن، اینها آدم نیست، اصلا وجود نداشتن، اصلا پرسپولیس وجود نداشته، اصلا پاساتگارد وجود نداشته، اینها همه ساخته اینه من فلان هم فلان. این چیزها رو بذارید کنار، یه ذره بازتر فکر کنید. من اگه بخوام در مورد این مسائل تیکه تیکه دیگه صحبت کنم خیلی حرف دارم بگم، ولی وقت دوستان رو نمیخوام بگیرم و بحثم نمیخوام خارج بشم. کوروش از نظر من یک انسان بوده و زمینی فکر میکرده و انسانها رو دوست داشته. اصلا حتی میبینی در زرتشت هم ربطی نداره به زرتشت. داریوش میاد در کتیبهش میگه که این ایران رو از دشمن خوشسالی و دروغ دور کن. دروغ فکر نکنید منظورش دروغ حرف دروغه. هر کار زشتی در اون زمان میگفتن دروغ. دروغ هر کار زشتی رو، هر کار غلطی رو واژش دروغ بوده. دروغی نیست که من فقط بیام به شما دروغ بگم. ما این واژه دروغ رو فقط به عنوانی که یه نفر داره یه چیز دیگه میگه، یه چیز دیگه است و یه چیز دیگه داره میگه. هر کار زشت، هر کار بد، یا اون پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. شما میای یادت من باید یه سری رد میکنم، مگه میشه؟ این نظر شما، ولی من خواهم بتونیم کوروش برای من خیلی چیزی براتون بگم. من برای کوروش ارزش خیلی 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 بالا و بالایی دارم از نظر خودم. خیلی دوستش دارم. آقای ریزگرد، من ایرانم که رفتم سر قبر کوروش، رفتم به همون پاسارگاد و بوسم زدم به قبرش. اینی جدی دارم میگم، بوسه زدم به قبرش. چون کاری که کوروش کرده در دنیا کسی پیدا نشده بکنه که آزاد بذاره هر اندیشه‌ای رو، هر افکاری رو که هر جوری که دوست دارن فکر کنن. چه مسیحیت بوده هر جا رفته میخواسته مسیحی بکنه به زور بکشتن، اسلام بوده هر جا رفته. مگه نه خب اینا میتونستن این کارو بکنن، چرا نکردن؟ گذاشتن افکار اندیشه مردم برای خودشون باشه، تموم شده رفت. به افکار اندیشهشون کاری نداشت که بخواد بگی شما مثل من فکر کنی و مثل من بیاندیشین و بعد اون چیزی که من قبول دارم شما قبول داشته باشی. و این کار خیلی بزرگی بوده. یک مرد آزاد بوده و به انسان، به نظر من برای انسان و انسانیت ارزش قائل بوده. مرسی، ببخشید اگر آقای ریزگرد من یه مقدار از بحث خارج شدم، ولی من در مورد کوروش حرف خیلی 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 زیاده. مایک آزاد، مرسی. دوستان خودتون خسته نکنید، خب؟ یعنی واقعا خودتون خسته میکنید. من یکی یکیتون رو اینجا بانس میکنم، یکی یکیتون رو بانس میکنم، بن میکنم، رد میکنم، اصلا کار سختی هم نیست.
توجه میکنید؟ اینجا اگه بخواید به کسی بی احترام میکنید، بخواید اذیت کنید، خودتون خسته میکنید. بیاید آیدی بسازید، بیاید میدونم بعد بگید آیدی بسازی، بیاید تکس بزنی فلان، من تقواستون میکنم به همین راحت. پس ارز خود میبری و زحمت ما میداری، اما این زحمت هم خیلی مهم نیست. من اینجا محکم وای میسم اگه کسی اینجا صحبت کرد محال بذارم به دیار اینجا توهین بشه. یعنی هر کسی از صغیر و کبیر من نمیذارم اینجا به کسی توهین بشه، اصلا نمیذارم. یعنی تا صبح اینجا بخواید این کارا رو کنید، یکی یکتون رو باز میکنم، یکی یکتون رو باز میکنم. یعنی تا شعاع 10 متری رو من برید میام دنبالتون. در این حد میخوام بگم که فکر نکنید که ببینید یک زمانی مبنا احترامه، اون مبنا اگه احترام باشه بنده تا آخرش میام، یعنی تا آخرش میام. اگر مبنا اذیت کردن باشه محاله بذارم اینجا کسی اذیت کنه. یعنی یعنی کوچیکی نمیتونید این کارو بکنید، بسیار کوچیکتر از اون هستی که بتونم چیکار کنم. توجه میکنی؟ چه اینجا چه جاهای دیگه. پس این کارو نکنید، به این سمت نرید. اگه میخوادم برید برید، یکی یکی تونو باز میکنه. اینجا من محاله بذارم به کسی توهین کنه. تموم شد. خب اجازه دید نشونم رد کنم. نه پالتاکی نشدم، اتفاقا نمیخوام بذارم این فرهنگ غالب پالتاکی اینجا حاکم بشه. پالتاکی نشدم، من اینجا کاملا وای میسم حمایت میکنم مثلا از که هر کس بخواد حرف بزنه، از حریمش حمایت میکنم، چه شما چه دیگری، چه مخالف خودم چه دیگری، هیچ فرق نمیکنه. اما تن به حد حقارت محیط نمیدم، تن به حد حقارت محیط نمیدم. من بارها اینجا گفتم بنده سرم زیر گیوتین بره واسه اینکه 4 تا یوزر اینجا اضافه بشن حاضر نیستم تو اینجور فوش بدم به کسی بی احترامی کنه که 4 تا یوزر بیشتر بشه. همین الان برید روم بزنید، یکی یکی دوستاتون رو اینوایت کنید برید تو روم، بشه اینجا 5 نفر، من محکم میشم با اون 5 نفر واسه ما ادامه میدم. اصلا اینجوری من به کسی باج نمیدم. اتفاقا یه امثال خیلی دیگه تو این مسنجر با یک امثال آدمای فحاشی که میان اینجا باج دادن که اینجوری شده، یه عده میرن روم میزنن از ترس اینکه کسی تو رومشون نیاد، میرن به هر کس و ناکسی مایک میدن، اجازه فحاشی میدن، اجازه بیحرمتی میدن که رومشون شلوغ بشه. بنده اصلا دغدغه این چیزا رو ندارم. اگه 110 نفر اینجا باشن 109 نفرش فوش بدن، 109 نفرشو باز میکنن. توجه میکنید؟ اجازه نمیدم اینجا به کسی توهین بشه، اصلا شکی داری نکنید. حالا اینم توضیح دادم واسه اولین و آخرین بار که بدونید که من دغدغه این چیزا رو که شما فکر میکنید ندارم. این روم بشه 5 نفر، ببینید من اینجا روم میزنم یا نه، 5 نفر اشکال نداره، اشکال نداره. اجازه من شما رو الان بند میکنم، هیچ اشکال نداره. آدم بی سواد، معذرت میخوام خانم ماندن به شما نیستم، آدم بی سواد باشه خیلی بهتره تا از همچی فرهنگی اومده باشه که بیاد به دیگران فحش بده. من خانم ماندن به شما فحش دادم، من خانم ماندن، آقای شهریار، آقای پژام ممکنه بی سواد باشه، اشکال نداره، چیزی که بلدیم و میکنیم، ما در همین حد بلدیم، من و خانم ماندانا و آقای شهریار و آقای پژام در این حد بلدیم، اون حدی که بلدیم و میریم میگیم، مگه فوش میدیم؟ مگه به شما فوش دادیم؟ این شمایید که میرید آیدی میسازید فوش میدید، بعد با آیدی خودتون میاد اینجا اظهار فضل و دم از اخلاق و معنویت هم میزنید. این شمایید، شمایید که میرید روم میزنید دم از اخلاق و معنویت و انسانگرایی حرفا میزنید، بعد میرید آیدی مخفی میسازید اینجا فوش میدید. این خیلی بدتر از بیسوادی. ولی ما سوادمون تا یک حدی بیشتر نیست، هر کسی هم به اندازه فهمش مجازات میکنه. فردای قیامت، فردای قیامت ما رو به اندازه همین فهممون مجازات میکنه، همینقدر بیشتر نمیفهمیم. تموم شد. ولی فوش نمیدیم به کسی، توجه میکنی؟ آیدی مخفی نمیسازیم بیام اینجا به دیگران توهین کنی، این بده. بیسوادی که بد نیست که، بیسوادی که مشکل نداره. بگذاریم، عرض کنم خدمت شما اجازه بدید من این بحث باستانگرایی رو یه جور ببرم جلو. بذارید بحث باستانگرایی رو جور ببرم، چون فهمودن که دیدگر شما اگر راست میگید جلوی ترایب را میگرفتید. آقای ترایب یک کسیه که از روزی که من اومدم توی مسنجر یک کلمه توهین نکرده. آقای ترایب یک کلمه شوخی کرده ها، با کسی شوخی کرده ها، یه جایی مثلا یه نفرم شاید مسخره کرده باشه، یک کلمه من ندیدم آقای ترایب فوش بده، من ندیدم. و ملاک واسه من اون چیزی که خودم میبینم، نه ملاک چیزی که دیگران میگن. آقا ملاک اگه چیزی باشه که دیگران میگن، الان خیلی ها میگن آقا مثلا آقای ایکس فحاشه، چرا میذاری به تو رومت؟ من میگم من کار ندارم، آقای ایکس ممکن هر جو دلش بخواد فحش بده. اینجا ملاکه واسه من، نه جاهای دیگه. توی روم من از زمانی که من روم زدم تا اینجا آقای ترایب یک کلمه تاله فحش نداد، یک کلمه ها. الان خودش نیست، بودم جلوش میگفت تاجو میکنید، من کار به چیزا ندارم. اگه ملاک جاهای دیگه است و فلان، خودتون من جواب بدم، من کار ندارم. اینجا همچین اتفاقی نیفتاده. تموم شد.